با سلام مجدد بینندای خوب نازنین حتما شما در مورد تعریف شخصیت موضوعاتی به ذهنتان خطور کرد اما یکی شخصیت چیست و علم کدام تعریفه بر شخصیت داده ما خدمت شما ارائه می کنم شخصیت به تمام افکار احساسات عواطف ایجانات باورها اعتقادات و رفتار یک شخص گفته میشه که اکثرا از خود تبارز میته و در آلت عادی کدام موضوعات و خصوصیات بیشتر از شخص صادر میشه ما این خصوصیات به نام شخصیت یاد میکنیم دوست از نازنین همیشه سوالی است که در بین مردم گفته میشه انسان با شخصیت انسان بی شخصیت آیا ما انسان بی شخصیت داریم یا نداریم و جواب منفی است نه خیر انسان بی شخصیت نداریم تمام انسان ها یک سلسله خصوصیات داره و ما می خصوصیات فردی را به نام شخصیت یاد می کنیم خیر بناهن انسان ها شخصیت داره اگر به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم شخصیت خوب مطلوب پذیرفته شده و بنجار و شخصیت بد و منفی و نابنجار بنا در بین مردم وقتی گفته میشه انسان بی شخصیت هدفشان از کسی است که شخصیت بد و منفی داره و وقتی گفته میشه که انسان با شخصیت است یعنی انسانی است که شخصیت خوب و قبول شده در جامعه داره اما دوستا به یک موضوع دیگه اشاره داشتن گفتن شخصیت در جاهای رسمی و غیر رسمی دوست از از نظر علمی گفته میشه که هر کدام ما پنج لایه شخصیتی داریم مثل پوست پیاز ما یک شخصیت ما یا یک لایه شخصیتی ما در مواقع رسمی است وقتی ما در یک محفل رسمی قرار داریم چو تو صحبت میکنیم و کدام حرکات از خود نشان میتیم لایه دوم شخصیتی در بین دوستای ماست که ما همراهشان مذاق و خنده می داشته باشیم لایه سیوم شخصیتی ما در خانواده است شما میفهمید برخورد هر کدام ما در خانواده متفاوتتر تر از با دوستای ما لایه چهارم شخصیتی چیزایی است که ما با خود داریم که با اعضای خانواده هم شریک نساختیم ولی لایه پنجم جالب ترینش که حتی خود ما از او بخش شخصیت خود خبر نداریم که به نام زمیر ناگا یاد میشه که حتما در برنامه بعدی باز بخیر در موردش بس خواد داشتیم اما سوال اساسی است که چرا شخصیت بعضی ها خوب است اما شخصیت بعضی ها بد است کدام عوامل شخصیت ما را شکل میته و سبب خوبی یا بدی شخصیت ما میشه از نظر علمی گفته میشه که پنج عامل در شخصیت انسان نقش داره یکی از یه عوامل دوستای عزیز ذات و سرشت انسان جوهر و فطرت انسان است یعنی انسان یک سلسله مشخصاتی داره که در هیچ موجودی دیگه شما نمی بینیم. مثلا قدرت تکلم به نوی که انسان داره قدرت رشد یادگیری بنان ما یک سلسله خصوصیاتی داریم که منحصر به خود انسان است و حتی از نظر دینی شما میفهمین انسان خوب به دنیا میایه کل ما پیمان روز الست با خداوند متعال بستیم وقتی از ما سوال کرد الستو تو بیکم کل ما گفتیم قالو بلا بناهن محیط است که بعدا شخصیت ما را میتونه بد بسازه عامل دوم در شخصیت انسان جنتیک است جین هاست یا ساده تر بگیم تغییر در جین هاست چیزی که از نظر علمی به نام میوتیشن میشناسیم و این میوتیشن میتونه به سمت مثبت تغییر کنه <applause> یا به سمت منفی شما کسایی رش حتما دور میشناسین پدرش بی سواد مادرش بی سواد در چند نسل قبلیشان پرسان میکنین کدام آدم وشیارو برجسته نبوده اما خود شخص می میبینین که یک نابغه است دارای یک نبوغ بسیار زیاد است به خاطر که یک میوتیشن به سمت مثبت رفته و این در شخصیت ما نقش داره یا میتونه به سمت منفی مثلا شما کسایی رو میشناسید که لبچاک است کامچاک است یک انگشت اضافی داره تاخر عقلی داره اینا بر اثر میوتیشن واقع شده و اینا در شخصیت ما میفهمیم تاثیر منفی میتونه داشته باشه عامل سوم موضوع ارث است یعنی ما یک سلسله صفات از پدر و یک سلسله صفات از مادر دریافت میکنیم و در حقیقت ما متشکل از صفات پدر مادر نسل پدری و نسل مادری هستیم یعنی در وجود یک انسان شما صفات پدرش میتونین ببینین از مادرش خاله ماما اما کاکا پدر کلان, مادر کلان. اگر در خانواده صفتهای خوب و برجسته باشه معلوم دارست ما این صفتهای خوب به دست و یک شخصیت خوب داریم ولی متاسفانه اگر در خانواده ما صفتهای بد بوده باشه به صورت ارسی توسط جین ها یا دین ای بر ما انتقال کرده مثلا شما میفهمید افسردگی استراب خلق و خو موضوعاتی است که به صورت ترسی بر ما میه اگر پدر مادر ما آدمای افسرده باشن ما آدم افسرده هستیم و این بالای شخصیت ما میتونه تاثیر منفی داشته باشه اما موضوع ارث نو ما پیش از تولد بسته میشه وقتی اسپرم و تخمه با هم یک جای میشه دیگه موضوع ارث خلاص است عامل چهارمی شکل میگیره در شخصیت ما کو عوامل محیطی است عامل محیطی از چی وقت شروع میشه وقتی کودک در بدن مادر خود است شما میفاین مادر عامله اگر غذای خوب میگیره اگر ورزش میکنه اگر ش... از شرایط روانی خوب برخوردار است و اگر مراقبت های صحی درست میشه کودک شخصیت خوب میگیره ولی متاسفانه اگر مادر مورد ظلم و زور لتوکوب خشونت قرار میگیره اخبار بد میشنوه غذای خوب نمیرسه دوای خود سرانه مصرف میکنه اینا بالای کودکی کنوز در بدن مادر است تاثیر منفی داره و در آینده شخصیت منفی بار بعد از اینکه ما به دنیا میاییم انوز عوامل محیطی ادامه داره اگر ما در یک به دنیا آمدیم که در اونجا صداقت است صمیمیت است محبت است آرامش است رشد است خوبی است این سبب میشه که ما شخصیت خوب به بیاریم ولی متاسفانه اگر در خانواده هستیم به هم ریخته جنگ جدال پریشانی و نابسامانی دروغگویی فساد خب معلوم است که بالای شخصیت ما تاثیر منفی داره بعدش که ما به محیط بیرون میریم اگر ما با دوستای خوب سر میخوریم ما شخصیت خوب می‌گیریم ولی اگر بد باشه متاسفانه شخصیت بد وقتی ما به کودکستان میریم اگر معلم کودکستان ما میربان است محیط خوب است ما شخصیت خوب می‌گیریم. ولی اگر بد باشه شخصیت بد وقتی به مسجد می‌ریم، مولای. مهربان و خوب میتونه بالای شخصیت ما تاثیر خوب داشته باشه ولی متاسفانه اگر ملایی است که ما رو لط میکنه بد برخورد میکنه بالای شخصیت ما تاثیر بد داره وقتی میریم به مکتب با معلمی رو برو بر میشیم که مهربان است آگاست داناست ما شخصیت خوب پیدا میکنیم و این سبب میشه ما داینده دا زوق مطالعه داشته باشیم ولی متاسفانه اگر روز اول در مکتب امرای ما برخورد بد میشه ما برای کل میگیریم که دیگه مطالعه نکنیم و شخصیت ما را بد می سازه. کتابی که ما در زندگی خود می خوانیم رسانی که می بینیم پیامی که می حتی گفتم ایش شرایط جغرافیایی مثلا کسایی که در مناطقی هستند که و هوای معتدل داره اینا هم از صفات خوب و مهربانانه برخوردار هستن ولی اگر در محیط هستند که خشن است کمبود مواد غذایی است آب هوای سخت داره میتونه بالای شخصیت ما تاثیر بد داشته باشه دوست از نازنین تا اینجا من چهار عاملی را خدمت شما ارائه کردم که در رشد شخصیت ما نقش داشته امروز اگر ما آدم خوب هستیم یا خدای ناخواسته آدم بد هستیم چهار عامل ما را به می وضعیت رسانده ذات و سرشت ما عوامل تغییرات ژنتیکی عوامل ارسی و عوامل محیطی و تا اینجا بیننده از نازنینم ما انسان مقصر نمیدانم اگر امروزه شما یک انسانی را بد میبینین به این فکر باشین که این چهار عامل این انسان بد ساخته آسیب زده مشکل رسانده و بناهن به نظر ما اگر کسی تمام شرایط بد بوده و ما از او توقع خوبی را داشته باشیم فکر میکنیم یک خواستی بی است ما وقتی از یک کسی باید پرسان کنیم که چرا بد استی که ما این چهار عامل خوب بسازیم و ما همیشه میگم اگر ما ای عوامل خوب نسازیم پروسه تعلیم تربیه را خوب نسازیم هیچ وقت اوضاع جهان خوب نمیشه به خاطری که خانواده ها همیشه کودک آسیب دیده را به محیط روان میکنن و کسی که در کودکی آسیب دیده باشه حتما در بزرگسالی دیگرها را آسیب میزنه اما عامل پنجم عزیزایی که امروز بحث میشنوین اگر به این فکر هستین که شخصیتتون عیب و نقصی داره حالی نگوین خو خیر من ملامت نیستم عوامل دیگه مرا بد ساخته نی دوست از نازنینم امروزی که بحث میشنوین از امروز خود ما باید تصمیم بگیریم که میخوایم چی نوع شخصیت داشته باشیم در آینده میخوایم چی شخصی باشیم بنان عامل پنجم و ای عامل پنجم موضوع را متفاوت می سازه خدا اند متعال به انسان قدرتی داده که با تمام شرایط بد میتونه انسان خوبی شود. مثلا در تگزاس امریکا که جرم خیسترین منطقه است تحقیق کردن پدر موتاد مادر موتاد شرایط خراب اما بعضی کودکایی بودن که بسیار درخشیده بودن دانشمندای بسیار بزرگ شده بودن خیری را برای ما میرسانه یعنی انسان میتونه خوب باشه و ما همیشه تو انسان را قهرمان میگم به گل نیلوفری تشبیه میکنم که از بین لجنزار سر بلند میکنه و میگه من گل هستم و انسانی توانایی را داره و می فهمین زریب پنجم چی است زریب آزادی خداوند متعال برای انسان یک قدرتی داده که می خودت خود تغییر بده می تونه خود خوب بسازه و می تونه خود رشد بده خیر بناهن بحث ما است که آیا انسان قابل تغییر است یا نیست تا شما در ذهنتان بر از این سوال جواب میتین ما میخواییم تعریفی از تغییر داشته باشیم تغییر چیز دوستای عزیز تغییر رفتن از یک وضعیت به وضعیت دیگر از یک حالت به حالت دیگر اما هدف ما کدام حالت است هدف ما حالت رشد است حالت تکامل است نه که ما اصلا فعوال الف بریم به اول بی از اول بی بریم به اول جیم نه هدف ما ایست که اصلا اول بریم به دو از دو به سه و به این ترتیب تکامل کنیم هدف ما از تغییر امروز رشد شخصیت تکامل شخصیت و خوب ساختن و والایش و پالایش شخصیت است حتما جواب دادین انسان قابل تغییر است یا نیست دو سایز نازنین ما چند تا دلیل برتان میگم و به نظر من انسان قابل تغییر است اول دلیل دینی اگر انسان قابل تغییر نمی بود فرستادن پیامبر و کتاب معنا نداشت انسانی که تغییر نمیکنه خیر خداوند متعال برش چرا پیامبر روان میکرد بنان وقتی یک رهنما روان میشه برای انسان یعنی که انسان قابل تغییر است و شما در صدر اسلام وقتی پرسان کنین و مطالعه دارین میفهمین کسایی بوده که تغییرات بسیار زیاد حتی 180 درجه ای داشتن بنان این اولین دلیلی که انسان میتونه تغییر کنه دوم اگر ما قبول داریم که انسان موجود و آزاد است خیر یک موجود و آزاد میتونه خودت تغییر بده و چی دلیل داریم که انسان موجود و آزاد است اول باز دلیل دینی دلی برتون میگم و او دلیل دینی ما که شما میفهمین از هیچ موجود دیگه خداوند متعال سوال نمی کنه به او دنیا که چرا اشتباه از تو سر زد هیچ گرگی را پرسان نمی کنه چرا برر کشتی هیچ شعری را پرسان نمی چرا آهوی را شکار کردی؟ اما تنها از انسان است که سوال میشه به خاطری که انسان ذریب آزادی داره و موجود دیگر آزاد نیست دلیل دومیز دوستای عزیز کسایی که بحث مرا امروز میشنوین در لحظیک که شما میشنوین احساس آزادی دارین خود ما قبول داریم که ما موجود آزاد هستیم دلیل دیگه است که ما در یک وقت چندین انتخاب داریم که چند کار انتخاب کنیم خیر آزادی است اگر نمی بود محکوم می بودیم فقط یک کار می بود دلیل دیگه چیست دلیل دیگه است که پیش از هر کار ما شک می کنیم این کار بکنیم یا نکنم اگر آزادی نمی بود این شک بر ما پیدا نمی شد دلیل دیگه بر آزادی این که ما بعد از هر کار یا خوشحال میشیم یا جگر خون میشیم که چوری کار خوبه کردم یا نکردم یا اشتباه کردم یا نکردم به خاطری که ما آزاد هستیم اگر آزاد نمی بودیم بعد از انجام کار کدام احساسی بر ما رخ نمیداد و ایره مولانا تاسی یک شیر به بسیار سادگی بیان کرده این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است سنم یعنی ما آزاد هستیم که میگم این میکنم یا این کار نمیکنم اگر آزاد نمی بودیم ما این انتخاب نداشتیم و دلیلی دیگه برای تغییر انسان چی از دوستای عزیز دوره بر ما انسانایی را میشناسیم تغییر کرده شما کسایی رو میشناسین که تغییر کرده هی hey, شخصیت تو چطور تغییر کرد تو آدم زشتی بودی چطور مهربان شدی یا تو آدم خوب بودی امروز چرا سیگرت میکشی یا مواد دیگه خیر انسان میتونه تغییر کنه دوست از نازنینم اگه انسان میتونه تغییر کنه هر وقتش رسیده که خدا تغییر بتیم اما حتما سوال پیدا میشه چطور میتونیم خدا تغییر بتیم و پیام اصلی برنامه امروز ما است که ما برای تغییر خود اقدام کنیم و شخصیت که شایسته ماست بسازیم ما یک من موجودی داریم چیزی که هستیم اما یک من مطلوب که در ذهن خود همیشه فکر میکردیم هی کاش اینا تو یک انسانی میبودیم هی کاش پدر مادر ما ماره تو میساخت یا ساده تر بگویم اگه امروز ساختن خود ما به دست خود ما باشه چی میخواییم از خود بسازیم دوست از نازنینه بخاطر که موضوع فهمیده شوه ما چهار تشبیه بر شخصیت انسان بر شما میداشته باشم و شما توجه کنین هر کدام از چهار تا مورد توجهتان بود امور ادامه بدین و از استفاده کنین و خود بر مبنایش تغییر بدین تشبیه اول ما ایست که خداوند متعال موجودی را به نام کودک مثل یک تابلوی سفید بر پدر مادر میته هدف ما از تابلوی سفید مغز انسان است که هیچ چی نیست در این مغز آماده پذیرفتن است آلی دل تابلو پدر مادر چی نقاشی میکنه اگر پدر مادری داریم که نقاشی بلد است مهربانی آگاهی دانایی داره یک فرشتی مقبولی در این ذهن ما رسم میکنه که هر وقت خود ما ممرایش راحت هستیم و دور بر ما راحت است ولی متاسفانه اگر پدر مادر آگاهی نیست با رنگایی که مندازن یک شیطانی از ما میسازه که خود ما مام از خود بد ما میه و دیگران بدش میه یا بین فرشته و شیطان یک شخصیتی بر ما می تنها پدر مادر نی. هر کسی که در زندگی ما مواجه شده ایسیت نقاشی را داشته که یک رنگی به تابلو زده اگه امروز می بینینی تابلوی برتان رسم شده این رشد بتین ادامه بتین و سپاسگزار پدر مادر باشین اگر میبینین که نه شخصیت بد و منفی است با تمام بیرحمی ریگمال بگیرین و ای تابلو را پاک کنین و سر نقاشی کنین یعنی چی؟ اگر چشمی بر ما رسم کرده که چشمی زیبابین خوبی ها را میبینه و سمیمیت و زیبایی را میبینه بنانی چشم چشم باید خوب نگهداری کنیم ولی متاسفانه اگر چشمی بر ما رسم کرده پدر مادر که میتونه سبب شود که ما دنبال بدی عیب و نقص دیگر را باشیم بنانی تو چشم به درد ما نمیخوره اگر زبانی بر ما رسم کرده که گپ مهربانی گپ خوبی گپ رشد گپ موفقیت میگه این زبان را باید احترام کنیم و نگاه کنیم ولی اگر زبانی بر ما رسم کردن یا ساختن که بر دیگر ها زخم زبان دیگر ها را آزار میتیم دروغ میگیم دیگه تو زبان نباید نگاه کنیم از سر باید زبان خوب اما تو دست پای مهربان که در مسیر خدمت است کمک است قابل نگهداری است ولی اگر آزارش بر کسی میرسه باید تغییر بده تشبیه دو یک فیلم ویدیو است که یک ویدیوی سفید خداوند به پدر مادر داده که در دا این شما ثبت کنیم یعنی ذهن کودک اگر پدر مادر نقش های بسیار خوب مثبت از مهربانی پیشرفت تلاش زحمت کشید ثبت کرده ما کل نقشه بازی میکنیم ولی متاسفانه اگر نقشه منفی ثبت شده باشه میتونه که فلم بد باشه و امروز خوشبختانه قدرت است که فلم ما اثر پاک کنیم و چیزی که مناسب ماست ثبت کنیم و اون نقشه باقی زندگی خود داشته باشیم تشبیه سوم ما مواد خام و خمیری است. خمیره است یا خمیره خداوند متعال به پدر و پدر مادر داده که از این خمیره چی میسازیم از این کودک نازنین چی می اگر پدر مادر است آگاه و مهربان یک مجسمه بسیار مقبول رسم میکنه که با دیدنش هر کس لذت میبره بره این ظاهر نیست شما کسایی را می که ظاهر زیبا نداره اما قلب مهربان داره و به مراتب از چهره های زیبا و ظاهری کرده خوشگوارتر است بنان اگر این پدر مادر مجسمی خوب ساخته ایره باید نگهداری کنیم اما متاسفانه بعضا پدر مادرها به خاطری که آگاه نیستن بر از این مجسمه چهار تا پای یک دوم دراز دو تا گوش و در محیط رها میکنن کم خود شخص آسیب میرسه، هم بر دیگرها ها آسیب میرسانه ولی اگه امروز میبینیم تایب نقص است باید ما را اصلاح بسازید و بالاخره تشبیه چهار دوست از نازنینم خدا نه مطالعه یک مواد ساختمانی بر پدر مادر داده که از یک ساختمان یک تعمیر بسازین اگر پدر مادر انجینیری بلد هستن تهداب بسیار مقبول نمای بسیار خوب دیوالای بسیار قوی ساخته و تا انوز هم دیگه سیخا مانده کرد و خودت خواستی منزله را بالا ببر این شخصیت بساز ولی متاسفانه اگه تعمیر خوب نیست ما روز باید اگه دروازیش درست باشه ولی اگه کلکین درست نیست جور شود یعنی بین شناسایی کنیم عیب نقص خدا و ایرا اصلاح کنیم اما دوستایز چطور میتونیم اصلاح کنیم ما در بر شما بعد از یک وقفه Málomat, mit tudom,